فاکسترات، نام نوعی رقص که حالا عنوان یکی از بهترین فیلم‌های سال رو به خودش اختصاص داده. فیلمی به کارگردانی ساموئل ماوز، کارگردان اسرائیلی که جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز رو برای فیلم لبنان در کارنامه داره و با این فیلم تازه‌اش هم در جشنواره ونیز امسال جایزه بزرگ داوران رو از آن خودش کرد و در جشنواره غیر مسابقه‌ای تورنتو هم به یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های سال بدل شد. My mother was a Holocaust survivor. مادر من از بازمانده‌های هولوکاست بود. برای همین وقتی بچه بودم نمیتونستم درباره یه چیزی اعتراض کنم. مثلا اگه در درس ریاضی 7 میگرفتم به جواب امتحانم نگاه میکرد و میگفت من از هولوکاست زنده موندم که تو 7 بگیری. بعد که من از ارتش برگشتم هنوز دو تا دست و پا داشتم و انگشتامم سر جاش بود. اینکه در درونم حس بدی داشتم و مشکل احساسی پیدا کرده بودم قابل بیان کردن نبود و جوابش این بود که خرابش نکن، تو یه مرد هستی. در اسرائیل مردهای زیادی هستند که از تأثیرات مخرب بعد از جنگ رنج میبرن و من هم جزو این دسته بودم. وقتی مردم میپرسن چه مشکلی داری؟ خوابهای بد میبینی؟ به خودم میگم کاش اینقدر ساده بود. خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و خیلی غیر قابل پیش بینی تر. فیلم شروع غافلگیر کننده ای داره. زنگ در به صدا در میاد و به پدر و مادری گفته میشه که فرزندشان که سربازی اسرائیلی است کشته شده. با یک کارگردانی حساب شده و حیرت انگیز، فضای خفقان آوری در داخل خانه حاکم میشه که جسم و جان تماشاگر رو با خودش درگیر میکنه. اما بعد خبر میرسه که اشتباهی رخ داده و سرباز دیگری به همین نام کشته شده و پسر اونها سلامته. مرد با ارتباطات خود سعی میکنه پسر رو سریعا به خانه برگردونه. در بخش دوم زندگی این سرباز رو حین خدمت میبینیم با همه کندی‌ها و کاستی‌هاش و در بخش سوم میفهمیم که فردای آن روز به هنگام بازگشت غیر منتظرش به خانه در یک تصادف کشته شده. When I wrote the script, during the writing, I built an emotional process. وقتی که فیلمنامه رو می‌نوشتم یک فرایند احساسی رو بنا کردم که تماشاگر اون رو به هنگام تماشای فیلم من تجربه کنه. به خودم گفتم که بخش اول باید شوک دهنده باشه. بخش دوم باید هیپنوتیزم کنه و بخش سوم با حسی که در اون فضا وجود داره باید تکان دهنده باشه. نگاهی که به این سه بخش داشتم کمک کرد که کل فرایند فیلم رو کنترل کنم. این فیلم ضد جنگ با تکیه بر نماهای بلند و دوربین عمدتاً ثابت و ناظر موفق میشه تصاویر به یادماندنی خلق کنه که سه بخش ظاهراً متفاوت فیلم رو چه از نظر ساختار و چه روایت به شدت به هم پیوند میزنه و روایتی میشه از مرگ یک سرباز، زنده شدنش و دوباره مردن او و این چرخه عبث جنگ و مصائب اون. فیلمی از سینما ایران دیده ای؟ در مجموع درباره سینما ایران چه فکر میکنید؟ ایرانیان سینما از one of my favorite cinema, yes, and I... سینمای ایران یکی از سینماهای محبوب منه. من نگاه ناتورالیستی رو دوست دارم چون خودم نمیتونم اینطوری فیلم بسازم. برای همین وقتی فیلمهای ایرانی رو میبینم یک مقدار حسودی میکنم چون کاریه که من بلد نیستم انجام بدم، اما ستایشگرش هستم. باید بگم که خیلی از سینمای ایران یاد گرفتم. So I really appreciate the Iranian cinema and I learned from it a lot. محمد عبدی، تورنتو.